به درس هفتم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید اینجا یه نقطه هست در ده درسی که داریم که میخوایم وارد متن یک نشست از پرده اول تا پرده آخر و ضمن طی کردن این سفر مشترک در مراحل مختلف دیالوگ دموکراتیک مشکلاتی رو که در هر مرحله مطرح میشه رو دونه دونه بهش نگاه بکنیم و ببینیم که اون فناوری دیالوژیک که راجع به صحبت کردیم چه پیش بینیایی رو کرده و چه راههایی رو برای حل این مشکلات پله به پله پرده به پرده تجویز میکنه اما اگر ایزا بدید ترتیب رو خطی و زمانی حفظ نمی کنی. یعنی خیلی از کارا که کارهای مقدماتی هستند آماده سازی شرکت کنندگان کارهایی که مربوط به لوجیستیک مربوط به ترتیب محل فیزیکی دیالوگ اینها میشه رو اول راجع به صحبت نمی کنیم می پریم اول توی اولین اجلاس و کارهای تسهیل کنندگان دیالوگ در اولین اجلاس دلیل اینکه این کار را انجام میدیم این هست که خیلی از کارهایی که در مرحله آماده سازی و مقدماتی قبل از این شرکت کنندگان وارد اجلاس اول بشن انجام میدیم برای پیش بینی و حل مشکلات حتی پیشگیری از اینی که مشکلات به وجود بیاد هست که درک اونها آسان تر میشه اگر اول مشکلات اجلاس رو قدم به قدم رفته باشیم که بدونیم چرا این سری تدابیر رو عمل میکنیم بهشون در مراحل آماده سازی پس اگه ایزا بدید وارد نشست اول اجلاس دیالوگ دموکراتیک میشه چهار مرحله رو در اجلاس معمولا از هم تفکیک میکنیم هر اجلاسی بعد از این چهار مرحله بگذره مرحله اول روشن کردن دیدگاه های مشارکین در این دیالوگ دموکراتیک است. ممکن پل خودشون فکر کنن که دیدگاه هاشون روشن هست ولی در عمل خواهیم دید که در این مرحله اول نگاه هر شرکت کننده ای راجع به خودش و پیش فرزاش عوض میشه و باید هم عوض بشه اگه نشه یه کار مهمی رو درش خصور کرده دیالوگ دموکراتیک مرحله دوم بعد از روشن کردن این دیدگاه ها قنیسازی این دیدگاه هاست اینی که این دیدگاه ها بشه با افکاری که قبلا ما شاشنا نبودن افکار و دیدگاه های گروه های دیگری هست و ایجاد یه تفاهم رسیدن به این جایی که از تمام این دیدهای، دیدگاه های مختلفی که وجود داشته یه دید مرکبی از یک زاویه ای که همه این زوایای مختلف شرکت کنندگان و مختلف از اون زاویه مرئی باشه و توش منظور شده باشه بنابراین این بخش دوم غنیسازی دیدگاه ها و تفاهم برای بازسازی فکر شرکت کنندگان هست خب این که حل شد برای اینکه به نتایج عملی برسیم یه مرحله سوم هست که چه گزینههایی پیش روی شرکت کنندگان در دیالوگ هست و تعیین چارچوبی مشترک حالا که یه دید مرکب و کسرتگرا پیدا کردیم از ترکیب دیدگاه های مختلف چطور میتونیم اگر هم روی همه گزینه هایی که پیش رو هستند در ارتباط با موضوعی که طلب کرده دیالوگ دموکراتیک رو نتونیم به توافق برسیم لاغر یه چارچوبی داشته باشیم که این گزینه ها بشه در اون چارچوب تعریف بشه و سود و زیانش ارزش های منظور در اونها برای همه روشن باشه و مرحله چهارم مرحله تصمیمه تصمیم بگیرن که بعد از این دیالوگ دموکراتیک تموم شد چیکار میخوان بکنن چه جوری میخوان گامی به پیش بردارن دونه دونه در هر چهار مرحله خواهیم پرداخت به اینی که یک رول تسهیل کنندگان و هدف عمده تسهیل کنندگان در هر کدوم از این چهار مرحله چیه چیکار میخوان بکنن به چه نتایجی میخوان برسن دو چه چالش هایی به وجود خواهد اومد قابل پیش بینیه این درسی که از دیالوگ های مختلف داشتیم به بعد چاره هایی رو بیاندیشیم بپردازیم دونه دونه به اون چالش هایی که پیش رو هستن خب اگر موفق باشید وارد کار بشیم مرحله اول روشن کردن دیدگاه ها اهداف تسهیل, کنند... تسهیل کنندگان چیه؟ اولین هدف تسهیل کنندگان در این مرحله برای اینه که شرکت کنندگان درک کنند عمیقا درک کنند که هیچ کدومشون نقطه نظر دیگری رو دیدگاه دیگری رو به خوبی نمیشنسه و علل و ریشه رو نمیدونه قبول کنه که دیدگاه هر کدومشون بخشی از کل داستان و ماجراست نه همه داستان و ماجرا قبول عمیقا قبول بکنه که کل داستان مرکبه مرکب از همه این دیدگاه هاست چیزی که کمک میکنه به تحصیل کنندگان خیلی اوقات ذکر تجربیات دیالوگ دموکراتیک دیگر خیلی اوقات وقتی که میشنن توی یه دیالوگ همه فکر میکنن که نه کار ما کشور ما فرهنگ ما منحصر به فرد هیچ شباهتی به جای دیگه دنیا نداره این مشکلاتی که ما داریم خاص خودمون است در عمل تاثیر کنندگان نشون میدن که نه اتفاقا شباهت های زیادی وجود داره با جاهای دیگه یکی از شباهت ها همینه که اون جاهای دیگه هم فکر میکردن کارشون مناسب به فرد ولی اشتراکات زیاد هستند و درس هایی که میتونیم بیاموزیم از تجربیات دیگران زیاد هستن تکیه رو اینه که توی تمام این تجربیات دیگری که ذکر میکنیم تصویر هر کسی از مشکل چقدر با تصویر دیگران فرق داشته در, در بد و عمر و خب این ایجاب میکنه که این غنیسازی فکری که کار مرحله بعدی هست اهمیتش درک کار دیگری که تاثیر کننده در این مرحله باید انجام بده اطمینان به منظور کردن همه دیدگاه هست هیچ کس در این مرحله اول فکر نکنه که دیدگاه او اصلا بهایی بهش داده نشد و اه، خلاصه سهم مساوی در این فرایند نداشت این رعایت احترام به دیدگاه های همه روحیه ای رو محاط میکنه به دیالوگ که بعدا خواهیم دید اهمیتش چقدر زیاده برای حفظ اعتماد جمعی وقتی از فرد به جمع تبدیل شدن چقدر اون جمع براش مهم خواهد بود که تحصیل کنندگان همه دیدگاه ها رو بهشون عرض دادن یکی از تکنیک هایی که در این مرحله ازش استفاده میشه با لغت کامپیوتری دانلود آشنایی داریم وقتی که یه فایلی رو یه مطلبی رو دانلود میکنین یه ویدیوی رو دانلود میکنین مشابه این توی این مرحله اول دیالوگ اجازه دادن به اینی که گاهی اوقات همه دیدگاه ها اغده ها ناراحتی ها محرومیت هایی که این اغده ها رو به وجود آورده رو همه دانلود کن بزن بیرون و آماده بکنیم از هان دیگران رو که اونجا عکس نشون ندن فقط بشنن ناظر باشن این دردها رو بفهمن از یه موضع بیطرف نه از موضع تقابلی خودشون با اون طرف دیگر دیالوگ بلکه به عنوان یه ناظر بی طرف بذاریم همه اغده ها رو بریزم بیرون تکنیک هایی هست حالا یه جدولی رو بعدا راجع به صحبت خواهیم کرد که بستگی به موضوع دیالوگ بستگی به سابقه تاریخی شرکت کنندگان مختلف چه تکنیک هایی هستن برای اینی که این دانلود اغده ها رو خالی بکنه بدون اینی که تخمه دشمن یا نفاق جدیدی رو بکاره در بد و در دیالوگ و حتی کمک بکنه به ایجاد یه بستر فکری بیطرف نسبت به موازه دیگری خود این میتونه یه تجربه خوبی باشه برای اینی که هر فردی بتونه خودش رو از مواضع در کور پخته خودش بیرون بیاره و روی صندلی بیطرف بنشینه و برای یه مدت قلیلی هم شده تعصبهای خودش و باورهای قبلی خودش رو تعلیق بکنه و به عنوان بیطرف نگاه نگاه بکنه این تقریبا رسیدن به اون چیزی هست که هانا آرنت راجع بهش میگه تفکر به نمایندگی یعنی کسی خود چه جای کس دیگری میذاره و از طرف او و از دیدگاه او فکر میکنه بعد در مرحله دیگر بیشتر خواهیم پرداخت به این ولی مقدمش رو اینجا میچینیم برای اینی که آماده بکنیم هر کسی رو که اکشل عملی نخایی عمل نکنه در مقابل دانلودینگ احساسات دیگری که ممکنه واقعا در شرایط که آماده سازی نباشه تنش آور باشه و روی تقابلی رو تقویت بکنه کار خیلی ظریفیه ولی تکنیک, های هست برای این کار که بعدم بهش خواهیم پرداخت اهمیت اینجا حرکت همه به سوی یه احساس همدردیه یه احساس مثبتی روحیه مثبتی نسبت به اینی که میخوان یاد بگیرن و درد دیگری رو بفهمن و منظور بکنن در افکار خودشون ولی اینی که الان هیچ لازم نیست قبول بکنن ولی اینی که هیچ لازم نیست از موازه قبلی خودشون کوتاه بیان ولی فقط درک کنن این موازه جدید رو تسلیمش نشن ولی درکش بکنن اقل در عالم فکری و نظری این حالت رو یاد بگیرن نسبت به دیگران داشته باشن حتی وقتی که اون داره احساسات عمیق خودش رو دانلود میکنه خب اینا اهداف تسهیل کنندگان بودن اما همیشه یه چالش هایی هست که خیلی قابل پیش بینی هستن میپردازیم به این چالش ها اولیش قاعده شکنیه به خصوص اونه که تجربه زیادی تو دیالوگ دموکراتیک ندارند و دیسیپلین کار دیالوگ دموکراتیک رو درونی نکردن تمام قواعدی که قبلا چیده شده رو میشکنن رشته کلام قطع میشه قضاوت های زودرس برجسته میشه و مانع میشه از اینی که روحیه تعمق و تعمیق دید نسبت به دیگران مسیر طبیعی مسیر مثبت خودش رو طی بکنه ام بی سبری بعضی بعضیا که زود قضاوتی میکنن راجع به دیگران که حرفای دیگران رو بیهمیت میدونن سبک میدونن یا زیادی عادی و ابتدایی میدونن چیز جدیدی توش نیست این حرفا رو قبلا شنیدیم و اصلا اطلاف وقته خیلی اوقات این حالت در شرکت کنندگان و در دیالوگ پیش میاد وارد مرحله بعدی شدیم میخوایم راجع به دیدگاه های دیگران صحبت بکنیم ولی یادشون میره که مرحله دانلودینگ تموم شده بعضی همونجا توی در, در اینجا شروع کنن دانلودینگ و یه حالت احساسی منفی به وجود میاد که زننده میشه برای دیگران و به محض اینکه کنترل یه قدری خارج شد و فضا تنشی پیدا کرد یک گرایش هم وجود داره برای خیلیا که برمیگردن آنی به اظهار مواضع رسمی حزبی بدون قبول کردن اینی که خب اینا تا پذیر نیست به اندازه کافی برای این کار نمیدیم اینجا که اعلامیه رسمی حزب با خودمون بگیریم برای فهم دیگران اینجا آمدیم ولی شروع میکنن مثل نواری که ضبط شده پیاده تحویل دادن و پیاده کردن موازه ای که از قبل تصمیم حزبی روش گرفته شده اه یه دلیل عمده این اینه که اینو باید قبول بکنیم همیشه یه ترس درونی یه حوله دفاعی در افراد وجود داره برای اینکه ای وای اگر از اون ساختار فکری قبلی خودم هرچندم که من جمود داشته باشه خارج بشم چه بلایی به سرم میاد چه بلایی به سرم اینجا میاد و چه بلایی به سرم میاد میان آرا و دوستان خودم چی فکر خواهند کرد راجع به من چالش دیگری که وجود داره اینه که با این احساس ناامنی که ممکنه پیش بیاد برمیگردم به ساده انگاری ظرفیتشون برای قبول کردن پیچیدگی و مرکب بودن ساده نبودن. موضوع دیالوگ دموکراتیک کمتر میشه این ظرفیت و پیشرفتی رو که ممکنه کرده باشن از دست میدن برمیگردن به جای اول و همون امنیت رو در همون ساده اندیشه قبلی میبینن این مشکل بزرگیه برای تحصیل کنندگان بعد یه قدرم که کار خرابتر از این بشه دیگر همه شروع میکنن مصر بودن به بحث و مقابله با مواضع دیگران به جای اینی که اون قبول بکنن اون حالت اهمیت فهمیدن موضع دیگران رو و جر و بحث در این مرحله که مرحله باز کردن افکار و شناختن افکار هست به صورت زود است، قبل از اینکه رسیده باشیم به مرحله بازسازی دیدها بسیار مخرب یک چالش دیگر ممکن غیبت یه عامل کلیدی باشه که نقطه نظراش مهمه برای اینکه اون دید مرکبی که باید جامع باشه برای اینی که راه حلی توش در بیاد اونجا حاضر نیست به هر علتی و این ترکیبی که در میاد از دیدگاه های مختلف ترکیب ناقص باشه با خصوص حالا به اینم خواهیم پرداخت اگر اون عامل کلیدی بعدا راضی بشه و بعدا وارد بشه بدون این مقدمات و بدون این آمادگی هایی که در مرحله اول پیش بینی شده چاره ها چیه در مقابل این چالش ها یکی همینطوری که گفتیم در مرحله آماده سازی قواعدی رو باید قبول کرد و پیش گذاشت که پیشبینی شده باشه این چالش ها دراش و جلوگیری بکنه اون قواعد اگه در محله آماده سازی پذیرفته بشه درونی بشه اون وقت آسونتر میشه جلوی این خروجی زدن ها از مسیر اصلی رو گرفت بدون اینی که مداخله تحصیل کنندگان در اون مرحله با یه دید منفی بهش نگاه بشه طرف شرکت کنندگان چون قاعده ای که خودشون قبول کردن به همین دلیل که گفتیم بعدا میپردازیم به اون مراحل آماده سازی و کارهای پیش از اجلاس برای اینکه وقتی اون قواعد رو و اون قاعده سازی رو شروع کردیم راجع به صحبت بکنیم درک کنیم راجع به چه مشکلی داریم صحبت میکنیم راجع به مشکل همین اینجا داریم صحبت میکنیم اونجاست که با اون قواعد میخوایم پیشگیری بکنیم از ایجاد این چالش ها یک کاری که در آماده سازی باید بشه آموزش دادن راههایی هست برای عنایت به نقطه نظرهای دیگری از راه امثال از راه ابزاری که تو اون جعبه ابزار در میاد باز به چارت نمودار اون جعبه ابزار نگاه خواهیم کرد ولی این آموزش و بالا انگیزه شرکت کنندگان راجع به اینکه درک بکنن نقطه نظر دیگری رو تحریک حس کنجکاویشون درست مثل اینکه یک دانشمندی میره توی لابراتوار و واقعا میخواد کشف بکنه یه چیز جدیدی رو اون روحیه کشف و نه اون روحیه که واسطاده و میخواد موازه رسمی خودشو رو بکنه و نطق بکنه این حس کنجکاوی رو تحریک بکنیم تکنیک های پرسش و پاسخی هست که الغا میکنه این حس کنجکاوی رو راجع به دیدگاه دیگران خب راجع به این چاره ها قدری صحبت کردیم کار آخری که توی این مرحله اول باید انجام بشه یه جوری انواع مختلف تهیه گزارش هست برای اینکه حافظه جمعی به وجود اومده باشه کار هر کسی درش ضبط شده باشه بدونن که توجه کافی به افکارشون بوده اگر ضبط ضبط الکترونیکی یا روی نوار هست اجازه داشته باشن که خودشون تصمیم بگیرن که چی میمونه چی پاک میشه دید اجماعی نسبت به گزارش نهایی وجود داشته باشه در ضمن جلسه چارتایی بعضی اوقات روی یه تخته نوشتن مطالب بعضی اوقات ضبط کامل سمعی بسری ولی همه اینها جمع بشه به صورت یه سند بالا مکتوب زمی بسری که برای رسمی کردنش به عنوان کار جلسه یه دید اجماعی وجود داشته باشه چند تکنیک یخشکنی هم وجود داره که اشاره بهش وقتی کارا مشکل میشه برای اینکه یه قدری مسیر رو عوض بکنیم چون به انصداد داریم میرسیم یه تاکتیک هایی هست در جعبه ابزار بود که چارتش رو صحبت میکنیم بیشتر بهش خواهیم پرداخت مثلا وسط اون محیط دیالوگ یه محور تخیلی اه، اونجا یه خطی رو میکشیم و میگیم که در دو لایه این خط یه موضوعی که داره رو به انصداد میره و افکار مختلفی راجبش وجود داره افکار متضاد در دو لایه و اون افکاری که ترکیبی از دو سمت این مواضع دو منتعله این مواضع وجود دارن به ترتیب نزدیکیشون به یکی از این منتعله ها روی این خط واسدن بعد اونجا میکروفون میشه در دست گرفت و رفت و دونه دونه با اینا صحبت کرد و علت اینکه که در اون نقطه ایستادن نزدیکتر به این منتعله هستن نزدیکتر به اون نهایت دید هستن چی هست و خیلی اوقات میبینیم که یخها ذوب میشه وقتی که همه به تنوع دیتا و پیچیدگی لازم برای اینکه همه این دیتا راجع به اون بعد خاص اون موضوع خاص منظور بشه و راه حلی برسن راهش بازتر میشه تکنیک های مصاحبه چند نفر برای توضیح مواضع مختلف انتخاب میشن نه الزاما اونایی که حتا این رو دارن ولی کسی که میتونه خلاصه بکنه و بیان بکنه مواضع اون،, اون اون شخص رو ولی با ارائه کمتنشتری و مقبولتری از دید دیگران و بعد دیالوگ رو بین این چند نفر که اون نقطه نظرهای مختلف رو نمایندگی میکنن تصیل کننده هدایت بکنه و آسانتر برسه به نتیجه تا اینی که اونهایی که جمود فکری بیشتری دارن راجع به مواضع خودشون فکر بکنن یک تکنیک دیگری هست از سموام یا جزره سموام یا بومی های اونجای تکنیک جالبی دارن که به کار گرفته شده در بعضی از دیالوگا و خوب جواب داده دو دایره متحدال مرکز میذارن یه دایره کوچیکتر در مرکز یه عده میشنن فقط اونها میتونن صحبت بکنن دایره بزرگتر بقیه شرکت کنندگان هستن در محله اول به عنوان مستمع میشنن اون پشت و به محض اینکه واقعا میخوان اظهار نظری بکنن میرن پشت صندلی یکی از اونهایی که فکرشون بهش نزدیکتر هست در دایره مرکزی می تا کار اون شخص تموم بشه بلند بره و ایشون جاشون بشینه برای جلوگیری از طول کلام و تکنیک های دیگری هم هست ژتون میدن مثلا هر کس دو دقیقه میتونه صحبت بکنه باید یک از این ژتون ها خرج بکنه دو دقیقه دیگه میخواد باید این ژتون رو خرج بکنه تا ژتون هاشون تموم بشه یا قواعد دیگری که تحصیل کننده از قبل داده وقتی که راجع به چارت جعبه ابزار صحبت خواهیم کرد بیشتر وارد این تکنیک ها خواهیم شد همشون برای جلوی انسداد همشون برای روون موندن روند دیالوگ هست که در این مرحله اول تیر به سنگ نخوره